سلام، به برنامه ایران آینده خوش اومدید. بحث فعلی من روی اقوام ایرانی و رابطه اونها با ملت‌گرایی تکیه دارد. قوم تعریف‌های متفاوتی دارد. یکی از تعریف‌های قوم اینه که یک قوم جمعیتیه که دارای زبان، مذهب، تاریخ و یا اصولاً نژاد به صدا مشخص و مشترکی داره. فرق قوم با ملت در اینه که در تعریف ملت همیشه جغرافیا حتما میاد و با جغرافیا هم همیشه دولت میاد. پس در واقع همون تعریف رو که برای قوم کردیم برای ملت هم میشه کرد، با این تفاوت که باید بهش جغرافیا و دولت رو اضافه کرد. معناش اینه که شما در تعریف قوم لزومی نداره به جغرافیا یا به دولت هم به اصطلاح توجه بکنید یا اصلا بهش ارجاع کنید. معمولا سه نوع کشور وجود دارن. کشورهای تک قوم مثل ژاپن یا کره، کشورهای چند قوم مثل ایران، مثل هند و جاهای دیگه، و کشورهای چند ملت مثل شوروی سابق یا ایران زمان کوروش و داریوش. بستگی به این که این کشورها تک قوم، چند قوم یا چند ملتی باشند، معمولا حداقل سه نوع حکومت رو میشه در مورد اینا تشخیص داد، مشخص کرد. یکی دولت‌های به اصطلاح تک قومی که همون به اصطلاح دولت ملت هستن، نیشن استیت. دوم دولت‌هایی که حاکم بر قوم و چندین قوم هستند که معمولاً به اینا فقط استیت میگن، دولت میگن و یک ارجاع به قومیتشون نمیشه. و سوم امپراتوری هست. امپراتوری ها کشورهایی هستند که چند ملتی هستند. فرق امپراتوری با نوع اول و دوم دولت ها اینه که در امپراتوری ها معمولا ملت ها را با زور به همدیگه چسبوندن، یعنی به محض اینکه این زور برداشته بشه این کشورها معمولا تجزیه میشن، از هم میپاشن. در حالی که در رابطه با اقوام یک همچی وضعیتی معمولا وجود نداره. معناش این نیست که یک کشور چند قومی تجزیه نمیشه، اما در کلن کشورهای چند قومی این اقوام با زور به همدیگه نچسبیدن. اینا چسبشون به همدیگه تاریخشونه، جغرافیاشونه، دولتشونه و منابع دیگری که با هم مشترک هستند. در حالی که در کثیرالملل ها دولت ها معمولا امپراتوری هستند و اینا به این ملت ها به زور به هم چسبیدن. در شوروی سابق این 15 تا
جمهوری بودن که این 15 تا جمهوری به هم دیگه با زور چسبیده بودن. و وقتی که شوروی به عنوان یه سیستم، یه نظام از هم پاشید، این ملل آزاد شدن و هر کدومشون کشور خودشون رو درست کردن. حالا ایران چنو کشوریه؟ ایران با این تعریفی که عرض کردم طبیعیه که یک دولتیه، کشور دولت، یه دولته، یعنی حکومتش دولته، کشورش چند قومیه. ما اقوام گوناگون داریم، ما فارس داریم، آذری داریم، کرد داریم، بلوچی داریم، عرب داریم و غیره، تالش داریم، گیلانی داریم، لور داریم، ترکمن داریم و غیره. این چند، این اقوام متفاوت تقریبا همشون با یک تفاوتای کمی یا آریایی هم یا نزدیک به اونن و تقریبا در این جغرافیا و تاریخی که ما الان داریم حرف میزنیم در گذشته یا حال زندگی کردن با هم. به هر حال ایران یک وقتی یه امپراتوری بوده، این امپراتوری بعدها که در واقع ملل رو با زور به هم دیگه چسبونده بوده، بعد امپراتوری که از بین رفته، این مللی رو که با زور به هم چسبیده بودن رفتن، ولی اونایی که موندن با ایران در این ایرانی که قبض و بسط شده طی تاریخش، بالاخره رسیده به اینجایی که الان این نیروهایی که الان این اقوامی رو که الان حرف زدم اینجا چی موندن الان. بنابراین ایران یک کشور کثیرالقوم هست و کثیرالملت امروز نیست. عرض کردم این کثیرالقوم بودنش هم نتیجه این تاریخ بلندشه و این قبض و بسط تاریخی جغرافیاش هست که تا یه جنگ های متفاوت اتفاق افتاده و برحال این اقوام مختلف که در زمانهای مختلف همراه ایران، در کنار ایران یا توی ایران بودن، همینجوری کم یا زیاد وارد و خارج شدن، بالاخره تا اینجا که رسیدیم امروز به نام کشوری به نام ایران داریم با اون مشخصه. اما کثیرالقوم بودن ایران در این حال ایران رو کثیرالفرهنگ میکنه. یعنی ایران خب یک فرهنگ ملی داره، ولی در کنار این فرهنگ ملی سری فرهنگای به اصطلاح زیر فرهنگ وجود دارن که میشه به اصطلاح مجموعه اینا میشه همون چند فرهنگی، ایران چند فرهنگی، مولتی کالچورال ایران. حالا این مولتی کالچورال ایران مربوط به موسیقیش مربوط میشه، موسیقی کرد داریم، فارس داریم، آذری داریم، عرض کنم به فرهنگ، به هنرش، به نقاشیش، به شعرش و به چیزهای دیگه. اما در مجموع به هر حال یه فرهنگ که همون فرهنگ اصلی ایرانه که فرهنگ فارس بوده در گذشته، این به اصطلاح در طی زمان اون تسلطش رو حفظ کرده و به اصطلاح اون قوم در واقع مرکزی شده، قوم اصلی شده و بقیه رو به عنوان قوم‌های در حاشیه نگه داشته. ولی به هر حال این جریان همیشه اینجوری نبوده. خیلی ها فکر میکنن که ایران رو همیشه فارسا مثلا گردوندن، واقعیت اینه که اینجوری نبوده. بیشترین وقت ایرانی ها رو خب فارسا، پرژنا یه وقتی حاکمش بودن، بعد عربا حاکمش بودن، بعد ترکا حاکمش بودن، آذری ها حاکمش بودن و غیره و اینا. یعنی اینجوری نبوده که ایران رو فقط فارس ها حکومت روش کردن و همه چیز فارسه. امروز هم ایران رو فارس ها نمیگردونن، فقط رهبر جمهوری اسلامی آذریه، رئیس خیلی از وزراش، رؤساش، نیروهای مختلفش مال اقوام مختلفن. الان معاون رئیس جمهور ایران همین الان یکی از معاون اولش آقای رحیمی کرده مثلا. به هر حال میخوام بگم که این جریان همیشه بوده که به هر حال ایرانی، فارس و آذری و کرد و نیروهای دیگه به درجات مختلف در دولت مرکزی و در قدرت شریک بودن، گاهن خیلی قدرتمند بودن، گاهی کمتر قدرت پیدا کردن، ولی به هر حال این توزیع قدرت همیشه برابر نبوده و همیشه دست یه نفر نبوده، گشته. بعضی موقع اقوام مختلف در رأس بودن، بعضیا
بعدن رفتن تو حاشیه و برگشتن دوباره به از این حرفا. برای این جمع متفاوتیه، اما این خیلی مهمه این بحثی رو که میکنم، برای اینکه این بحث این که میگیم ایران کثیر القوم کثیر المله نیست، خیلی بحث اساسیه. ببینید دشمنان ایران، اونایی که امروز دنبال تجزیه ایرانن، بحث اساسیشون اینه که ایران کثیر المله است و چون کثیر المله است ایران بنابراین دولتش امپراتوریه و چون امپراتوریه میشه ایران رو تیکه پاره کرد. برای اینکه ایران رو تیکه پاره کنی کافیه که این امپراتوری که به عنوان امپراتوری پرشا خودشون بهش میگن، توجه ندارن که اصلا چیزی به نام امپراتوری فارس اونجا وجود نداره، نیروهایی که الان اونجا قدرت دارن اصلا اکثرا فارس نیستن، حالا بعضیشون هم هستن، ولی به هر حال اعتقادشون اینه که اگه این به اصطلاح ما این قدرت مرکزی رو نابود کنیم، این به اصطلاح ملل مختلف که بهش میگن کردها، آذری ها، بلوچ ها، عرب و غیره، اینا رو هم ملل میگن، این ملل مختلف در واقع برای خودشون میرن دنبال کار خودشون و ایران تجزیه میشه، آذری میره به طرف آذربایجان، کرد میره به طرف کردستان، عرض کنم که عرب به طرف عربا میره و از این حرفا. و بنابراین یکی از مثلا استراتژی های راه مثلا عمل های فکرای دشمنای ایران در منطقه و خارج منطقه این بوده که ایران رو به عنوان یک کشور کثیر الملل تعریف کنه، بعد بگه این ملل به زور به هم دیگه چسبیدن و بعد بیاد بگه که چون به زور به هم چسبیدن میشه این ملل رو به اصطلاح اینا رو حرکت داد، به جنبش در آورد، به اینا کمک کرد که دولت مرکزی رو نابود کنن و وقتی که این دولت مرکزی نابود شد خود به خود اینا از هم میپاشن و هر کی میره دنبال کار خودش. این خیلی حرف مهمیه و در همین رابطه این دشمنان ایران اعتقاد دارن که این اقوام در واقع قومی هستن که ناسیونالیسم یا ملیگرایی های خودشون رو دارن، اینا ملی ایرانی نیستن، یعنی مثلا کردها ناسیونالیسم کردی دارن، ملیگرایی کردی دارن، آذری ملیگرایی آذری داره، چیزی به نام ملیگرایی ایرانی فقط مربوط میشه به فارسا. بنابراین بازم در تکمیل اون نظریه امپراتوریشون بحثشون اینه که حتی از نظر به اصطلاح ناسیونالیسم بازم ما در اینجا در واقع یه ایرانی نداریم که یک پارچه و ناسیونالیسته در رابطه با جغرافیای خودش یا تاریخ خودش یا زبان خودش، بلکه این ملل مختلف از دید اونا هر کدومشون برای خودشون به اصطلاح ناسیونالیسم خودشون رو دارن، ملیگرایی خودشون رو دارن، که اینم بحث به نظر من مبتذلیه. برای اینکه به هر حال این ما دیدیم در تاریخ، حالا صحبتم میکنم که ملیگرایی قومی در ایران بسیار قدرتمند بوده، یعنی این نبوده که این اقوام ما ملی نبودن، مشکلی که این اقوام داشتن من جمله خود فارسا این بوده که این ملیگرایی همون چی در گذشته هم صحبت کردیم متاسفانه در ایران ناقص بوده، یعنی ملیگرایی جغرافیایی دولتی بوده، ملیگرایی مردمی توش نبود، مردم توش نبود، فقط جغرافیا و دولت بود و به همین دلیل هم خب خیلی طبیعیه که چون مردم توش نبودن اقوام کرد یا آذری یا نیروهای دیگه به این فقط به این جریان سرزمینی پایبندی نشون ندن و به همین دلیل چون برای اینکه عرض کردم تو قوم تعریف قوم جغرافیا معمولا و یا دولت معمولا قدرتی نده، مهم نیست، نقش مهمی در به اصطلاح اون فرماسیون قومی نداره و چون ملیگرایی ایران هم در ملیگرایی متداول ایران هم سرزمینی بوده و دولتی بوده، بنابراین اقوام نسبت به این ملیگرایی یک حالتش به اصطلاح شک و گمان داشتن و خیلی علاقمند بهش نبودن. معناش این نبود که اینا ملیگرا نبودن، بلکه این ملیگرایی متداول رو مناسب نمیدیدن و به همین دلیل هم اگر ما از ملیگرایی به ملتگرایی بریم خواهم عرض کرد که این جریان به طور کلی حل خواهد شد، یعنی اون وقت کرد و آذری و بلوچ و اینا دیگه فقط به اصطلاح اون سرزمین ملیگرایی سرزمینی به دولتی ایران دارن فکر نمی کنن، بلکه به یک مجموعه از سرزمین و
مردم فکر میکنن که خودشون هم بخشی از اون مردم هستن، در چارچوب اون سرزمین وسیع‌تر زندگی میکنن. بنابراین من میخوام بگم که ما یه همچی مشکلاتی داریم. ایران کثیر القوم و کثیر الملت تعریف میکنن، بعد براش مسائلش رو مطرح میکنن و بعد میخوان تجزیهش کنن و بعد به غلط به اصطلاح این مشکلات قومی ایران رو توضیح میدن، من جمله که ملیگران نیستن و از این حرفا. به حال این بحث بیراهیه. هم بعضی موقع متاسفانه نه فقط به اصطلاح نیروهای خارج، دشمنای ایران که نیروهای خیلی ایران دوست و ایرانی ما هم، وطن پرست ما هم، متاسفانه توجه به این جریان ندارن و تو دامن و تو تله همون بحثا میفتن و ایران رو کثیر المله اعلام میکنن و بعد وارد یک میدون دیگه میشن که در عمل آب تو آسیاب دشمنا میریزن، در حالی که این نیروهای بسیار وطن پرستی هستن و حتی اگر ملی هم نباشن حداقل وطن پرست هستن. یه چیزی که همیشه من عرض کردم، وطن پرستی با ملی گرایی فرق میکنه. کرد و آذری و اینا اگرچه ممکنه ملی گرا به اون معنای جغرافیایی نباشن که متداول تو ایرانه، اما وطن پرستیشون رو کسی شک توش نباید بکنه. چرا؟ برای اینکه اینا به هر حال وطن پرستی اساسش تاریخ فرهنگ یه به اصطلاح یک اشتراکاتیه که یک دوره خیلی طولانی رو داره پشت سر خودش و این اشتراکات اینا رو به هم دیگه بس کرده، به عنوان یه ملت در آورده. و بنابراین میخوام بگم که دشمنای ایران این اشتباه هم رو میکنن، این اشتباه رو هم میکنن که فشارشون روی ملیگرایی اون ناقص ایرانی میذارن، با اون بس میرن جلو و اعلان میکنن که این اقوام ایرانی ملی نیستن، در حالی که این ایرانی ها این اقوام ملتگرا هستن واقعا و ما باید این ملیگرایی متداول رو به ملتگرا بیاریم که اون اقوام هم توی این جریان ملتگرایی جا بگیرن. و اما اشتباه دوم شدم که همون چیزی که عرض کردم اینه که اینا ملیگرایی و وطن پرستی رو با هم قاطی میکنن. اگر حتی اگر فرض کنیم که بخشی از اقوام ایران ملیگرا نباشن، حتما وطن پرست هستن. به روی این وطن پرستی نمیشه واقعا شک کرد. حالا این بحث رو ببرم به یک مرحله دیگه و اون که بگم به هر حال ایران یک کشور میدونی گل و بلبل نیست. ایران مسائل اساسی داره و یکی از مسائل اساسیش در رابطه با اقوامه. واقعیت اینه که اقوام ایرانی به هر حال با دولت مرکزی مخصوصا مشکل دارن، اگرچه این اقوام با همدیگه مشکل ندارن. هیچ وقت ما نشنیدیم که فرض کنیم که عرب با کرد یا کرد با آذری یا آذری با گیلانی مشکل داشته باشن. اصلا بحث اقوام توی ایران در درون این نیروها وجود نداره. متاسفانه بحث اقوام، مشکل اقوام همیشه در رابطه با دولت مرکزی تو ایران مطرح بوده. یعنی در واقع اگه یک مشکل قومی هم وجود داره، این مشکل در رابطه با رابطهشون با دولت مرکزی است. حالا چرا این مشکل وجود داره؟ دلایلش خیلی زیاده. یکی از دلایلش برمیگرده به اصطلاح مسائلی رو که این قوم داره، این اقوام دارن. این مسائل ممکنه مسائل ذهنی باشه، اینکه مثلا فکر میکنن که دولت مرکزی توجه به فرهنگشون نداره، به زبانشون نداره، به آداب رسومشون نداره، به اینا اجازه نمیده مثلا یک سری از کارهایی رو که مربوط به این فرهنگ و هنرشون رو هستشون رو عرضه کنن، و یا یه سری به اصطلاح اصولا مشکلات عینی دارن، مثلا مشکل اقتصادی دارن. معمولا متاسفانه اکثر اقوام ایرانی تو مرزهای ایران قرار دارن، نه تو مرکز، و معمولا هم این نواحی حاشیه‌ای بیشترینشون جز مثلا عقب مانده ترین بخشای کشور هستن. و به هر حال حتما دولت‌های مرکزی نسبت به این اقوام در واقع تبعیض قائل شدن، اجحاف کردن به اینا، و در واقع یک بحث تاریخی داره و بالاخره به اینجا رسیده که مثلا قوم کرد به اون اندازه مثلا فارسا نتونه رشد کنه یا کرده باشه، یا عربای حاشیه خلیج فارس به همین شکل و غیره. الان عرض خواهم کرد که این همیشه اینجوری نبوده، برای اینکه
چیزی به نام قوم که همشون فقیرن یا همشون پول دارن وجود نداره، به اونا هم در خودشون طبقات اجتماعی دارن که صحبتش الان میشه. بنابراین یه بحث مشکل قومی عرض کردم، مشکل یا ذهنیشونه و یا مشکل عینیشون اقتصادیشونه، مشکل سیاسی دارن اینا، مشکل سیاسیشون بحث قدرته، اعتقاد دارن که دولت مرکزی قدرت رو خوب شریک نمیشه، شیر نمیکنه و بنابراین همیشه یه بحث قدرت هست اونجا و فکر میکنن که دولت زور میگه به اینا یا دولت مرکزی قدرت بیش از اندازه داره نسبت به این جریان کرد اقوام. یه بخشش که در همین رابطه با قدرته، یک مشکل مدیریتی هست، اداری هست. یعنی در واقع ایران خب کشوریه که به اصطلاح یک کشوریه که مرکز به کشور به اصطلاح دولت مرکزی داره و بنابراین این دولت مرکزی معمولا همیشه خیلی متمرکز بوده و این خیلی بخشی بوده، یعنی منطقه‌ای نبوده و چون بخشی بوده، یعنی ایران مثلا اگه خوب نگاه کنید این کشور در چارچوب استان‌ها شکل گرفته ولی اساس کار اینا بخش‌های اقتصادی اجتماعیه، یعنی وزرای این کابینه هست که مهمه. شما توی کابینه دولت فقط یک دونه وزیر داری به نام وزیر به اصطلاح کشور که به اصطلاح منطقه‌ای شکل گرفته، در حالی که بقیه وزارتخونه های کشور همشون 20 چند وزارتخونه دیگه همشون بخشی هستن، کشاورزی، صنعت، عرض کنم که نفت و گاز و و و غیره. بنابراین کشور با در واقع با بخش کنترل میشه، با بخش مدیریت میشه، نه با فضا و منطقه و سرزمین. خب این باعث شده که این نیروهای قومی که بیشتر سرزمینی هستند، در نخودشون یه منطقه خاصی رو دارن، نتونن با دولت مرکزی که بخشی اداری میشه، اداره میکنه اینا رو و تمرکزش بخشی هست، بتونن یه زندگی راحتی داشته باشن. بنابراین یک مشکل اساسی که ما اونجا داریم از کدام باعث بنابراین این مشکل مدیریت ایرانه که معمولا بخشیه، کمتر منطقه ای. البته این جریان در اواخر این در بعد از انقلاب به مقدار زیادی شکلش عوض شده، به مناطق الان یعنی این استان ها الان اکثرشون قدرت های خیلی زیادی پیدا کردن، حتی بعضی از این استان های به اصطلاح حاشیه ای یا مرزی میتونن با استان های مرزی کشورهای مجاور اصلا وارد مذاکرات به اصطلاح اقتصادی را به اصطلاح قراردادهای اقتصادی بشن. به هر حال این خیلی مهمه. یا خیلی دولت سعی کرده استاندارها رو از خود مردم مناطق، از این اقوام انتخاب کنه و سر کار بذاره. مناطق بهشون خیلی رسیده شده و مثلا توی کردستان و جای دیگه به هر حال داره خیلی کارا میشه. اما با این وجود واقعیت اینه که هنوزم کردستان تهران نیست، هنوزم تبریز تهران نیست و هنوزم ایلام تهران نیست و بوشهر ایران تهران نیست و غیره. در حال تهران و استان تهران، استان مرکزی و مناطق نظیرش هنوزم اون تسلط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی خودشون رو حفظ کردن و در واقع عملا شدن کلونیالیست داخلی در ایران و اون قدرت رو حفظ کردن. ما الان عرض خواهم کرد که چجوری باید اون کار رو بهتر کرد. اما یه چیزی که خیلی مهمه در همین رابطه عرض کنم اینه که این مشکلات به هر حال در طی تاریخ مختلف باعث شده که اقوام سرسرشون در بیاد و ما جنبش های قومی داشتیم، واقعیت اینه که داریم و این جنبش های قومی البته فرمای مختلف داشتن. بخشی از این جنبش های قومی منطقه‌ای بوده، یعنی اصلا فقط مثلا کلونل پسیان پامیشه میره مشهد و اونجا یک جریان را میندازه. پسیان و مشهد هیچ کدومشون قومی نیستن، بنابراین این بس منطقه‌ایه. یا میرزا کوچیکان توی گیلان. خب یک مقدار از این جریان ها به اصطلاح دعواهای دولت مرکزی با مناطق در واقع هیچ ربطی به قومیت نداشته، بحث قوم نبوده. به اینا در واقع
بحث مبارزه قدرت درون نخبگان سیاسی بوده. تصادفاً حتی در رابطه با اقوام هم ما میتونیم همچی جنبشی رو ببینیم، یعنی جنبش نخبگان بر علیه همدیگه، نخبگان سیاسی. مثلا توی کردستان ما میبینیم، در آذربایجان ما تو میبینیم و در جاهای دیگه دیدیم، توی بلوچستان در وقتی دیدیم، توی خوزستان یه وقتی شیخ خزعل بود دیدیم. در واقع در یه سری موارد دیگه ما دیدیم که جنبش قومی شکل در واقع همون جنبش نخبگان سیاسی علیه دولت مرکزی رو میگیره و در واقع اینجا عملا قوم بازیچه قرار میگیره. ولی اونی که واقعیت این حرکت ها به جنبش هاست اینه که یه نخبه سیاسی این اقوام، بزرگتراشون، ثروتمنداشون، ملاکشون و غیره، با دولت مرکزی سر قدرت مشکل دارن و میخوان قدرت خودشون رو در منطقه خودشون به اصطلاح مسلط کنن و در با اون منطقه رو در کنترل خودشون بیارن به جای اینکه در کنترل دولت مرکزی باشه. خب یه فرم دیگه این جنبش ها جنبش های طبقاتی بوده. یعنی واقعیت اینه که مثلا در آذربایجان یا در کردستان، مثل تهران، بازم در دوران های مختلف ما جنبش های داشتیم که این جنبش ها مثلا جنبش طبقات فقیر بوده یا جنبش طبقات متوسط بوده یا دعوای بالاها بوده. یعنی اینجوری هم نبوده که همیشه بحث نخبگان بوده یا بحث به اصطلاح قومی بوده، بلکه بحث طبقاتی هم بوده. در واقع ما سه نوع جنبش قومی داریم که در واقع با هم دیگه قاطی میشن گاهی: طبقاتی، منطقه‌ای و نخبگانی یا سیاسی به اون معنا. حالا یک چیزی که خیلی مهمه اینه که حالا این فرمای این جنبش ها که عرض کردم خدمتتون در دوران های مختلف متفاوت بوده، اما خود این جنبش ها معمولا در زمان های خاصی به وجود اومدن. کی بوده؟ وقتی که یا دولت مرکزی تو بحران بوده، یعنی خیلی ضعیف شده، و یا اینکه از خارج به ایران یه حمله شده یا فشار روی ایران اومده، به این اقوام سعی کردن که از فرصت استفاده کنن و در واقع تسلط خودشون رو روی منطقه حفظ کنن. این رو هم عرض کنم که در همه این موارد واقعا جنبش های جدایی طلبی در این رابطه بسیار تو ایران نادر بوده، جز در یه چند مورد مشخص که اون هم از طریق دولت های مرکزی، دولت های خارج کنترل می شده. ما جنبش به اصطلاح جدایی طلبی نداشتیم. مثلا توی آذربایجان دوره پیشوری یا قاضی محمد کردستان، اون موقع ها این جنبش ها از طریق کمونیستا در شوروی و اینا هدایت می شدن و بنابراین یه جنبش جریان دیگه بود. و تصادفاً حتی اون موقع هم ظاهر قضیه این بود که این جریان ها می خوان جدایی طلبیش کنن، در حالی که این کشورهای خارجی مثلا روسیه هدفش امتیاز گرفتن از دولت مرکزی بود. به محض اینکه قول امتیازو گرفت، واداد و رفت دنبال کارش، حتی قولشو گرفت. برحال میخوام بگم که این جنبش‌های قومی ضمن اینکه فرمای مختلف طبقاتی، منطقه‌ای یا نخبگانی دارن، اینا گاهن تجزیه طلب هم بودن ولی بیشتر به دلیل به اصطلاح نیروهای خارجی. بخشی از اینا به اصطلاح خودمختاری خواستن، خودمختار طلب بودن، یعنی سعی کردن که در واقع مقدار اون قدرت منطقه‌ایشون رو زیاد کنن و سعی کنن که به اصطلاح قدرت دولت مرکزی رو توی مناطق خودشون کم کنن و در واقع در قدرت بیشتر شریک بشن و در رابطه با قدرت درون منطقه خودشون به تصمیم گیری در مورد منطقه خودشون حرف بیشتری بزنن، برای زدن داشته باشن، عمل بیشتری برای انجام دادن داشته باشن، تصمیم بگیرن اونجا و از این حرفا. ولی خود مختاری طلبی تو ایران همیشه که عرض کردم همیشه در واقع جالب اینه که توی همه اقوام نبوده، توی هیچ وقتی بحثای اقوام خاصی رو این جریان رو پیش کشیدن که اون هم به یه شکلی در کنار همون به اصطلاح کشورهای خارجی شکل گرفته. در کردستان خیلی قوی بوده، گاهن در آذربایجان هم در گذشته بوده، تصادفاً الان دیگه
ما در چند مورد خاص هیچ جا مثلا تو آذربایجان دیگه ما جریانی به نام خودمختاری طلبی یا جدایی طلبی به اون معنایی که مثلا در جاهای دیگه دنیا وجود داره وجود نداره واقعا، در واقع داره ضعیف میشه. یکی دلایلم که این جریان اصلا جدایی طلبی یا خودمختاری طلبی داره ضعیف میشه برای اینی که در چندین سال گذشته، چندین دهه گذشته، این انتگراسیون ملی تو ایران زیاد شده. تو ایران راه زیاد ساخته شده، ارتباطات خیلی تنگاتنگ شده، این مناطق خیلی به هم نزدیک شدن، ملت ها به هم نزدیک شدن، اقوام به هم نزدیک شدن و در واقع عملا ما یه وقتی ما کثیرالقوم بودیم، یواش یواش دارن اقوام توی هم حل میشن و به مقدار زیادی ما داریم به یک جایی میرسیم که اون بخش ملتی این اقوام داره خیلی قوی میشه. و خب این طبیعیه که اینجوری باشه، برای اینکه به هر حال این انتگراسیون و جهانی شدن و به اصطلاح تمام ملتی شدن تو ایران و اینکه این جغرافیا دیگه تیکه پاره نیست، این جغرافیا عملا داره یک پارچه میشه به خاطر راه‌ها و به اصطلاح برنامه‌های توسعه و بعد به اصطلاح این اقتصادی که خیلی به اصطلاح به هم وابسته است توی مناطق، این هم به هم وابستگی مناطق و همه اینا باعث شده که یک انتگراسیون درون کشور شکل بگیره و این فشار جدایی طلبی و خودمختاری خواهی رو کم بکنه. در همین رابطه من اینو عرض کنم که به هر حال این جریان رو برای اینکه حل بکنن در گذشته یا حتی امروز، این جریان مثلا خودمختاری خواهی یا اصولا این خواست اقوام رو برای یه قدرت بیشتر، شریک شدن بیشتر در قدرت، معمولا اینا رو در گذشته در چارچوب فدرالیسم تو ایران مطرح کردن. از کدام ایران یک کشوریه که یونیتاریزمه، یعنی دولت مرکزی داره، به خیلی شکل متمرکز بخشی داره و زیاد سرزمینی نیست مدیریتش، اگرچه سرزمین ایران به صورت استانها اداره میشه اما قدرت دست بخش هاست. حالا از کدام داره این جریان عوض میشه، اما این وسط یه ایده هستن که فکر میکنن مشکل به اصطلاح قومی ایران رو میشه با از طریق فدرالیسم حل کرد، به جای اینکه دولت متمرکز یونیتاری باشه دولت رو فدرال بکنیم. انواع اقسام نظریه های فدرال وجود داره. من اعتقاد دارم که فدرالیسم در واقع راه حل این مشکل اداری مناطق کشور لزومن نیست. نمیخوام بگم که اصلا نباید بشه، او یه بحث دیگریه که آیا ایران اصلا میخوام بشه، باید فدرال بشه یا نه، اون بستگی به این داره که میخوایم کشور رو چجوری اداره کنیم. اصلا فدرالیسم یک نحوه اداره کشوره. مثلا توی امریکا وقتی که میگیم کشور امریکا فدراله، بحثمون این نیست که امریکا انواع اقسام اقوام رو داشت و به خاطر اون اقوام بود که فدرال شد، یا توی امارات عربی یه دولت فدرال داره. اونجا بحث این نبود که اقوام مختلف بودن و بعد دولت مرکزی مجبور شد به صورت فدرال در بیان. در واقع میخوام بگم که فدرالیسم هیچ وقت در هیچ جای دنیا راه حل قومی نبوده، راه حل اداری بوده و راه حل اداره کردن یک کشوره. ما هم باید تو ایران تصمیم بگیریم که یه روزی فدرال بشیم یا همین غیر فدرال بمونیم. ولی من همیشه اعتقاد داشتم فدرال یا غیر فدرال، یا غیر فدرال همون متمرکز، حتما یک چیز، دو تا چیز باید داشته باشه. یکی این که ما باید هرچی بیشتر به سرزمین، به این مناطق قدرت بدیم در مقابل بخش، یعنی باید بخش ها رو هرچی بیشتر ضعیف کنیم، مناطق رو قوی کنیم. یعنی اون یه توازنی بین قدرت بخش و منطقه باید به وجود بیاد. یعنی بخش نباید، وزیر نباید بیش از اندازه قدرت بده، باید قدرت وزرا رو بیاریم پایین، قدرت استاندارا رو بریم بالا. اما این باید به معنای این نباشه که این دوتا به طور کلی هیچ رابطه‌ای با هم نداشته باشن یا تنها رابطه‌شون از طریق دولت مرکزی باشه. یکیش اینه. دوم هم به نظر من باید دولت مرکزی ضمن اینکه به اصطلاح این قدرت رو شریک میکنه، باید در عین حال یک دولت بسیار قدرتمندی بمونه.
قدرتمند اینجا معناش دولت دیکتاتور نیست. تصادفاً دولت های دیکتاتور قدرتمند نیستند. دولت دموکراتیکه که قدرتمنده. دولت امریکا یکی از قدرتمندترین دولت های دنیاست. بلی که دولت قانونه. دولت دولتیه که مناسبات مشخص رو تعریف کرده. دولت روابط نیست، دولت ضوابطه. بنابراین دولت اصوله، دولت دسپلینه. بنابراین ما تو ایران باید دولت مرکزی قوی داشته باشیم. چه فرق نمی‌کنه فدرال چه متمرکز امروزی، دولت قوی اصله. اصولا تاریخ همیشه به ما نشون میداده، تاریخ اروپا مخصوصا به ما نشون داده که دولت قوی یکی از به اصطلاح شروط اصلی توسعه و ترقی بوده. اروپای غربی دولت‌های قدرتمند به وجود آورد و رشد کرد و توسعه پیدا کرد، در حالی که اروپای شرقی دولت‌های بسیار ضعیفی داشت و این دولت‌های ضعیف نتونستن رشد و توسعه بدن این کشورها را. به همین دلیل هم اروپای شرقی عقب موند از اروپای غربی. در واقع اگر من بخوام تمام این تفاوت‌های دو تا منطقه اروپا رو، شرق و غرب رو، واقعا کاهش بدم به یک نکته، و اون میگم که فرق این دو تا در این بود که در غرب دولت‌های قدرتمند شکل گرفت، در شرق دولت‌های ضعیف. دولت ضعیف باعث عقب موندگی این شرق شد، در دولت قوی باعث بست پیشرفت غرب شد. در ایران بنابراین ما فدرال یا غیر فدرال دولت قدرتمند مهمه. اما این دولت قدرتمند همونجوری که دوباره عرض کردم، دوباره تکرار کنم، دولت دیکتاتور نیست، دولت دموکرات، دولت قانون، دولت دیسپلین، دولت ضوابط هست و دولتیه که حقوق شهروندان رو اونجور که در قانون و در مثلا جوامع بین‌المللی مثلا مرسوم هست تعریف کرده و اونو رعایت میکنه. برابر من این خیلی بحث مهمیه. ما در بحث مشکلات قومی بنابراین عرض کردم که در ایران مشکل قومی داریم، نه به خاطر اینکه ما مثلا کثیرالمله هستیم و امپراتوری هستیم و اقوام ما ملی نیستن و از این حرفا، اون حرفایی که دشمنای ما میزنن که میتونه ایران به سرعت تجزیه بشه اگه دولت مرکزی رو ضعیف کنیم و اینا. درس کردم به هر حال واقعیت هم اینه که ما ایران مشکل قومی داریم، مشکلات منطقه‌ای داریم، کشور منطقه‌های عقب مونده، اقوام عقب مونده و پیشرفته داریم و ما مشکلات ذهنی هستند، مشکلات عینی هستند. مشکلات عینیش برمیگرده به اقتصاد، به نابرابری‌های اقتصادی، نابرابری‌های سیاسی. مشکل ذهنی برمیگرده به نابرابری‌های فرهنگی و غیره. و بالاخره هم عرض کردم که این مشکلات باعث شده که ما جنبش‌های قومی داشته باشیم. جنبش‌های قومیمون گاهن نخبگانی بوده، گاهن منطقه‌ای بوده، گاهی طبقاتی بوده و به اصطلاح فرمای مختلفی به خودش گرفته و در این جنبش‌ها معمولاً زمان‌های اتفاق افتادن که یا دولت مرکزی به دلایل زیادی، حالا اقتصادی هر چیزی، ضعیف شده یا اینکه از بیرون ضعیفش کردن، خارجی، دولت‌های خارجی فشار آوردن، جنگ بوده و از این حرفا و دولت مرکزی رو ضعیف کردن و بنابراین اقوام سعی کردن که از فرصت استفاده کنن و قدرت بیشتری بگیرن. اما فقط گفتم فقط در موارد بسیار نادری این اقوام سعی کردن جدا بشن و اونم گفتم وقتی بوده که دولت خارجی از اون ور پشت سر اونا بوده. در اکثر موارد اینا معمولا میخواستن که یه قدرت بیشتری داشته باشن در رابطه با مناطقشون و یا حد اکثرش خودمختاری داشته باشن. و بعد هم این عرض کردم این رو که متاسفانه یک درک غلطی برای حل این مشکل قومی هستش که من عرض کردم یه مشکل مدیریتی هست و که برای اینکه ایران یک حکومت بخشی داره، در حالی که باید منطقه‌ای بیشتر داشته باشه، یه توازنی بین بخش منطقه باشه، ولی متاسفانه تو ایران اینجوری تا الان نبوده و بنابراین این جریان خودمختاری خواهی ها به اصطلاح این بحثا رو به اینجا کشیده که پس ایران رو باید فدرالش کرد، انگار که اگر ایران فدرال بشه مسئله قومیش حل میشه، در حالی که عرض کردم فدرالیسم هیچ ربطی به مسئله قومی نداره. در کشورهایی که فدرالن اصلا مشکل قومی وجود نداره، اصلا فدرال یک سیستم مدیریتی هست
هیچ ربطی به قوم نداره، مثل سیستمای دیگه ما بین فدرال به دولت متمرکز یک نمونه های وسط هم داریم مثل سوئد که در واقع نمونه همون توازن بین بخش و منطقه هست که من پیشنهاد کردم و فکر میکنم که اون شاید اون نمونه سوئدی که بهترین نمونه های مدیریت سرزمینی هست برای ایران که هم اقوامش و هم طبقاتش میتونن در اون چارچوب با صلح و آشتی با هم زندگی بکنن. و بالاخره این که من میخوام این بحث رو بالاخره به اینجا بکشونم که من فکر میکنم یکی از مهمترین کارهایی که ایران میتونه بکنه و ما ایرانی ها میتونیم بکنیم اینه که ما به طرف ملت سازی به ملت گرایی بریم. عرض کردم تو ایران ملت سازی ناقص بوده، ما شهروند نداریم هنوز یا داریم بسیار ناقصه، حقوق شهروندی هنوز به طور کامل شناخته نیست یا رعایت نمیشه حتی که تو قانون اساسیش هم باشه، و بنابراین باید این ملت سازی تکمیل بشه و این ملت سازی باید در واقع ما رو به ملت گرایی میبره به جای ملی گرایی متداول. عرض کردم ملی گرایی متداول ایران جغرافیایی و دولتیه که یکی از مشکلاتی هم که اقوام با دولت مرکزی دارن به خاطر همون ملتگرایی ناقص سرزمینی دولتی هست، در حالی که اگه بریم به طرف ملتگرایی ما در اینجا سرزمین و مردم رو با هم خواهیم آورد. این وقت دیگه این سرزمین میشه ایران، مناطق کردنشین، آذرینشین، عربنشین، بلوچنشین و غیره در یه مجموعه سرزمینی میان و از اون مهمتر مردم شامل کردها و آذریها و بلوچها و عربها و فارسها و تالشها و گیلکها و دیگران هم میشه. بنابراین این مردم میان توی این مجموعه ملتگرایی با سرزمین و یک مجموعه ملی ملتی تشکیل میدن و خوشبختانه عرض کردم که به دلایل فعالیت‌های به اصطلاح اقتصادی و غیر اقتصادی که در این چندین دهه گذشته تو ایران انجام شده ما هرچی بیشتر به طرف انتگراسیون ملی داریم میریم، راه ها دارن بیشتر میشن، مناطق دارن به هم نزدیکتر میشن، وابستگی مناطق داره بیشتر میشه اقتصادی و غیر اقتصادی و به هر حال یه سری کارهای خیلی مهم برای توزیع قدرت و توزیع ثروت و توزیع امکانات دولتی از آموزش و بهداشت گرفته تا مسکن و غیره داره اتفاق میفته، مثلا دانشگاه ها و غیره و اینا همه جای ایران الان پخشن، در گذشته فقط تهران داشت و 4-5 تا مرکز استان دیگه. به هر حال اتفاقات خیلی مهم و مثبتی تو ایران داره میفته و این چیزای مثبت خب در اگر اینا رو بیاریم در چارچوب ملتگرایی مثبت‌تر خواهند شد. و همونجوری که عرض کردم وقتی که ما ملتگرایی رو رشد میدیم یعنی سرزمین رو داریم رشد میدیم، توسعه میدیم، زنده میکنیم، جاوید میکنیم، وقتی که ملتگرایی رو داریم رشد میدیم داریم مردم رو توسعه میدیم، عدالت رو وجود میاریم، داریم به اصطلاح توسعه سیاسی میکنیم، توسعه اقتصادی میکنیم و به اصطلاح استقلالمون رو حفظ میکنیم و غیره. و بنابراین مجموعه این توسعه سرزمینی، توسعه به معنای رشد و شکوفایی سرزمینی، سرزمین رو جاوید میکنه و این توسعه مردمی مردم رو شاد میکنه. و بعد به همین دلیل هم عرض کردم که ملتگرایی در تحلیل نهایی یعنی حفظ منافع سرزمین و حفظ و پیشبرد منافع سرزمین به حفظ و منافع مردم، حفظ پیشرفت منافع مردم. و وقتی که منافع سرزمین تأمین میشه سرزمین جاوید میشه و وقتی که منافع مردم تأمین میشه مردم شاد میشن، جاویدانی سرزمین، شادمانی مردم میشه اون منافعی که ما ایرانی ها باید براش کوشش کنیم و تا جایی که ممکنه رو به دست بیاریم. تا برنامه آینده خداحافظ شما.